بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم النبیین. همتنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صحبت رادیویی این هفته مصادف است با روز اول سال 1392 هجری شمسی. پیش از همه سال نو و نوروز را به تمام همتنان عزیز تبریک عرض می دارم. سال نو مبارک، امیدوارم سال نو سال صلح، امن و ترقی برای کشور عزیز باشد. همتنان عزیز، با تمام امیدواری و کوشش بر فردای بهتر افغانستان به سال نو قدم میگذاریم. امیدوار استیم که این سال، سال نهایت نیکو، پربار و پرثمر به تمام مردم افغانستان باشد. دهقان ما با آرزویش برسد، تجار و سرمایدار ما با آرزویش برسد، محصل و شاگرد ما با آرزویش برسد، علمای ما، مردم ما، همه با آرزویی که دارند برای خود، فامیل و وطنشان با آرزوی نیکو برسند. خصوصا امروز چون داریم دو سه روز بعد زنگ معارف را همچنین می نوازیم به شاگردان عزیز، به محصلان عزیز، به استادای نهایت گرامی وطن ما، معلم صاحبای ما و استادای ما خطاب میکنم که سال نو را و آغاز سال تعلیمی را آغاز جهش اینها به خود و به ترقی افغانستان بگیرند. از هر ثانیه وقت خود بر کسب تعلیم و علم استفاده کنند، استادای خود را احترام کنند، والدین خود را احترام کنند، با گفته بزرگای خود باشند، با اخلاق باشند و نیک کردار باشند و از زحمت خود و از فراهم آوری علم به خود، هم خود، هم خانواده را و هم کشور عزیز از تمام احتیاجاتی که به بیرون داریم برهانند. تنها و تنها در بازوی پرقوت جوان عزیز وطن است و در علم و تحصیل جوان عزیز کشور است که کشور عزیز ما افغانستان با آرزوی دیرینیش که یکسو و پیشتاز در کاروان ترقی جهانی باشد برسد. و این آرزو و به این نصیحت ریش سفیدانه به جوانان عزیز، سال نو را به تمام هموطنان عزیز مبارک میگویم. باز هم آرزو میکنم وطن ما به جایی که میخواهد که صلح و امن است برسد و از خداوند متعال به تمام هموطنان عزیز و خصوصا جوانان عزیز ما زحمت کشی و کوشش زیادتر طلب داریم که انشاءالله به او میرسیم. هموطنان عزیز، در این روز خوشحالی و سرور به مردم افغانستان که دارند سال نو خود را آغاز می کنند، بر طالبا، او تعداد طالبای که افغان هستند، مسلمان هستند و از این خاک هستند و خود از این خاک می دانند، بازم به نام برادر خطاب می کنم که برادر، تفنگ بیرونی را، تفنگ خارجی را که بر منفعت بیرونی ها و خارج است از سر شانه پس کو، بیا به خاک عزیزت، به خانه عزیزت و با هموطنت دست یکی کو و در ترقی و پیشرفتی خاک و در تقویت اسلام و افغانیت به خاک یک جا شو تا این مملکت ما از احتیاج و از نیاز به خارجی بی نیاز شد، تا در گذاشتن تفنگ به کنار و با یک جاشتن با صلح فرزندای عزیز خاک که در او جمله فرزندای شما هم است، شما هم فرزندای خاک هستین، با آرامش به سوی فردای خوشبختی و زندگی بهتر برای مردم افغانستان یک جا قدم گذاشته باشیم. از تلفات ملکی دست بکشیم. ریش سفید، بیوزن، فرزند، جوان و صغیر افغانستان در حملات ناحق تلف نکنین. و بر جوان افغانستان که با یک معاش ناچیز هر روز به دفاع خاکستان است حمله نکنین. حمله بر سرباز افغانستان، حمله بر پلیس افغانستان، حمله بر کارکران امنیت افغانستان و دفاع افغانستان، امنیت بر تقویت ای خاک است. خارجی‌هایی که نمی‌خوان که افغانستان جور شود، اونا بر نهادهای امنیتی ما حمله می‌کنند. چون اساس تشکیل دولت و قوت دولت نهادهای امنیتی ما تشکیل می‌دهند. پس برادرای عزیز، بر کشور خود حمله نکنین، به خانه خود حمله نکنین، بلکه بیاین و خانه تان را آباد کنین.
بازم سال نو مبارک، نوروزتان پیروز و هر روزتان هم نوروز.